صدومین جشن استقلال استرداد کشور فرزانه باد. این ابر قهرمانی مردم افغانستان نامیرا باد. اوج پرچم سیاه سرخ سبز ما بر افق خاطر زمان باد. سلام هموطنای عزیز، شبتان بخیر. خیلی خوش آمدین. برنامه خودتان آغاز شد. امیدوار هستم تا پایان از برنامه ما را همراهی بکنین و تنها نگذارین. و صدومین جشن استقلال افغانستان با تمام قهرمانای افغانستان، چی در داخل افغانستان هستن چی در خارج از افغانستان هستن، تبریک میگم. امیدوار هستم که بتانیم به یک صلح سرتاسری در کشور خود ما برسیم. سپاسگزار از تک تک شما خوبانه که تا ما را برای دیدن انتخاب کردین و ما هم کوشش میکنیم از طریق تلویزیون خورشید و از طریق برنامه افغان زیباترین ها را تقدیم شما نازنین بکنیم. پس خوب است تا پایان از برنامه ما را همراهی بکنین و تنها نگذارین. تشکر میکنم. از شما بفرمایید سر جایتان. امشب به مناسبت صدومین سالگرد استقلال و استرداد کشور ما کوشش کردیم که برنامه افغان را ویژه بسازیم. باز هم مهماندار هستیم، دو مهمان نازنین را در برنامه با خود داریم. تا لحظات بعد برنامه را آغاز میکنیم، پس به افتخارشان یک کف بلند بزنید که روی استیج بیاین. هموطنان عزیز، امشب در برنامه دو نازنین با خود داریم که میخواییم برنامه افغان با ایشان پیش ببریم. و امشب در برنامه اجمل جان حقیقی و یلدا جان حیدری را با خود داریم. برنامه افغان پیش میبرن و 1,000,000 افغانی را میخواییم از آن خودشان بسازن. و چه خوب است که برنامه را آغاز بکنیم. سلام، شبتان بخیر، خیلی خوش آمدین به برنامه افغان. سلامت توسی دلوی بخون که سپیشل تکتن طلب پنامه سلامونه اونی که لیتا سورنده که ما دوی خورشید تلویزیون قدر منو مینوالو تا پدیه له شروع جوړه او خوشاله اوسئ. خرسان به یستم که در صدومین سالگرد استقلال و استقلالیت مردم افغانستان و نازنین ما قرار داریم و خیلی خوشحال هستیم از اینکه این برنامه را امروز ما جشن گرفتیم و برنامه افغان ویژه این برنامه است. سلامت زنده باشین، چه لباس های مقبول بر تن دارین امشب. واقعا یاد از زمان الله خان را بر ما زنده ساختین. واقعا خیلی لباس هایتان زیبا است. شما هم خیلی خوش آمدید یلدا جان عزیز. سلامت زنده باشین. من هم به نام خود سلام تقدیم میکنم خدمت شما، خدمت بیننده های عزیز تلویزیون خورشید و صدومین روز استقلال افغانستان را از صمیم قلب تبریک میگم. سلامت زنده باشین. چه خوب است در آغاز بر ما از تحصیلاتتان کمه بگوین اجمل جان. سلامت باشی. خب ما فارغ 15 ژورنالیسم هستم، از لیسه بیا فارغ هستم، در رشته هنرهای زیبام دپارتمنت هنر نقاشی درس خوندیم و بعد با خاطر اینکه زیاد دوز داشتم ژورنالیسم 15 ژورنالیسم فرا گرفتیم، 15 ژورنالیسم خلاص شد و فعلا مصروف کارهای هنری ما در بخش مدلینگ است. نام خدا، چند رشته را همزمان پیش بردن خیلی کار مشکل است. یلدا جان خودت؟ من هم تازه فارغ صنف 12 شدم. تازه فارغ شدی؟ بله. پس درسای مکتب خوب به یادت هست دیگر. بله. امشب سوالات افغانج ما ویژه هست، برمیگرده به زمان شاه امان الله خان و ما کوشش کردیم سوالات ما هم ویژه باشه. معلومات خدا دارین دیگه ان شاء الله. بر سوالات مختص
100 سال افغانستان از خواب ان شاء الله. چون ما در مکتب شام الله خان زیاد مطالعه کردیم، زیاد درس خواندیم، لباسایشون رو طرح کردیم، لباسایشون آماده کردیم در رابطه با رفتار، گشتار، سفرها، همش معلوماتی خود دارم. دیگه اگر بختیاری بکنه سوالا رو بتونیم جواب بدیم، یک میلیون افغانی رو بذیس بیاریم چقدر لباس بسازیم. امشب من یک چیز را که متوجه شدم که اجمل جان اما ساچوبشان را هم مثل امو وقت ها ساختن، واقعا خیلی زیباست. یک بار اگر نشان بتین بیزایی که بینین دستن هیچ دیگه فرق نداره اون امو قسمت. سلام. چطور خواستین که چنین لباس چنین ساچوب را بسازین؟ خب از اینکه من در اوایل مدلینگ از زمانی که در افغانستان آغاز کردم من زیادتر تاریخ مطالعه میکردم، چون مدلینگ از زمانی که در افغانستان آوردم و خواستم که زیر سایه مدلینگ افغانستان فرهنگ افغانستان به معرفی بگیرم. من تمام پادشاها و سوپرسالارا را مطالعه کردم و کسی را که زیاد مطالعه کردم، کسی که توجه ما را زیاد از خودم را جلب کرد، او شامان الله خان کبیر بود که من در کتابای از رو مطالعه کردم عکسایش، به می خاطر من چندین لباس را طرح کردم طول می 12 سال و خواستم که لباس تشریفات خود شامان الله خان است. از اینکه در 100مین سال گرد استقلال افغانستان قرار داریم، خواستم لباس تشریفات که در هر استفاده می کرد و استفاده بکنم. بله خیلی زیبا هم است. یلدا جان دق نویر، چرا یک قسم بی انرژی هستی؟ نان شبانو جان کردی؟ بله. خب خیام تو پر انرژی صحبت بکن، بخاطر که امشب برنامه شما هست و شما برنامه را پیش میبرین. بایزان خودت بر ما بگو در شرایطی که حالا ما میبینیم در افغانستان و با سامنی و مشکلات زیاد فرار روی دختر خانمای عزیز است، خود چطور خواستی که رشته مدلان یا پیش ببری؟ خب در کل هر کاری که سخت باشه پیش بردنش خوشایند است. به همین دلیل من مدلینگ را انتخاب کردم، با وجودی که میفهمیدم یک راه بسیار مشکل است بر دختر خانم ها، ولی خواستم با همون سختی هاش مبارزه کنم و مدلینگ پیش ببرم. بل لباس که بتن داری از ملکه سرایا است یا خیر؟ نه خیر، لباس از ملکه سرایا نیست، یک لباس ساده است. ان شاء الله لباس ملکه سرایا را هم طراحی کردیم، بازورم خاط پوشیدم. ان شاء الله ما باز بیننده می باشیم. خاطری سوال کردم که اجمل جان یکی از برنامه‌هایشان گفته بود که روی لباس ملک اسرای کار میکنن، من گفتم شاید امشب شما لباس برتن داشته باشید. خیلی ما به انتظار ازی بودیم که یلدا جان و لباس امشب برتن خود میداشته باشد. ان شاء الله قرض باشه، خیر باشه. خب قرض باشه. بله برنامه به هر صورت یک معرفی خیلی کوتاه میکنم برای مرگش، شما مطمئن هستم برنامه افغانج میبین، اما بازم یک معرفی خیلی کوتاه میکنم. ما در برنامه افغانج 7 سوال داریم که سوالات ما هم سخت است اما آسان است، اما امشب سوالات ما کلا ویژه هست و بزرگترین پول برنامه ما 1,000,000 افغانی است که در نمایش ظاهر میشه. به افتخار شکف بزنید. این 1,000,000 افغانی تنها نیست، از 1 تا 1,000,000 افغانی قسمی که شما میبینین تقسیمات شده و ما اینجا 30 میله داریم که 18 میله با پول هست و 12 میله بدون پول هست، که 18 میله با پول به رنگ سرخ نشان داده میشه و 12 میله بدون پول به رنگ سبز نشان داده میشه. اگر شما روی کدام سوال معلومات ندارین، نمیدونین، میتونین طرف میله ها برین، از میله ها استفاده بکنین، میله ها خیلی میتونه کمکتان بکنه، اما تا وقتی میتونین از میله ها استفاده بکنین که دو میله سبز یا خالی را پیدا بکنین. و اگر هیچ راجی به سوال معلومات نداشتین چی میکنین؟ دیگه مجبور هستیم که تنبل معرفی کنیم. نه خیر، اینجا ما یک گزینه کمکی دیگر هم داریم که 1,000,000 افغانی هست. اگر شما روی سوال هیچ معلومات ندارین، میتونین 1,000,000 افغانی رو بر ما بتین، ما از سوال میگذاریم و شما را پیدا میکنیم به سوال بعدی. خیلی خوب است. خب است، با امید پیروزی ما. امشب برنامه ما ویژه هست، امیدوار هستم شما تا پایان از برنامه ما را همراهی بکنین و تنها نگذارین. ما هم کوشش بر این داریم که زیبات اینها را از طریق دریچه خورشید تقدیم شما نازنینا بکنیم. آماده هستین اولین سوال را با هم ببینیم؟ انشالله. اولین سوال برنامه امشب را با هم یک جا میبینیم. افغانستان در کدام سال استقلال خود را به دست آورد؟ گزینه ی الف 18 اگست 1919، گزینه ی ب 18 اگست 1918، گزینه ی جیم 17 اگست 1919 و گزینه ی د 16 اگست 1919. خب این سوال خب همگی که دوستان میفهمند، چون کسایی که تجلیل کردن در طریق صفحه فیسبوک خودان که افغانستان در کدام سال استقلال خود را به دست آورد. یلدا جان میفهمید؟ بله، یک سوال ساده است. خب اینجا یک باری که دیگه داره جان، اگر متوجه شده باشه حالا 1919 خواهست. بله اینجا به نظرم که 18 اگست 1919 است، 18 اگست 1918 است و 17 اگست 1919 است و 16 اگست 1919 است. چی فکر میکنین؟ خب شک دارین دیگه؟ من فکر میکنم گزینه بی باشه. گزینه بی؟
اجدی اگست مزدا نه اجدی اگست نه اشتباه گزینه بی اجدی اگست 1918 است. خب گزینه الف انتخاب میکنیم توکل ما به خداوند. خب شک دارین؟ مطمئن نیستین؟ قسم که من میبینم خب مطمئن نیستین. مطمئن نیستین برین طرف میله هست میله ها استفاده بکنین؟ من مطمئن بودم با اجدی اگست، ولی کمی یلدا جان مرا چی ساخت؟ فکر من مخشوش ساخت. اگر من بو اطمان الف انتخاب کنم، ولی بازم الف انتخاب نگم اگر یلدا جان مخفق باشه. خب نمیرین طرف میله ها؟ فعلا اجمل جان انتخاب کردن، میبینیم که چی کردن. چون این سوال دیگه خیلی آسان است. خیلی آسان است، نه حاجت به او طرف رفتن نیست. هیچ حاجت به او طرف رفتن نیست، طرف میله ها نیست. خب به سوالات بعدی ما دیگه سخت‌تر شده میره. سوال خیلی آسان است، من مطمئن هستم تمام افغانستانی سوال را میدارن. یعنی سوال اول ما را دلگرم ساخته که ما جواب دادیم. خب قفل شده؟ گزینه الف؟ بله بله انشاءالله. درست است، ما هم گزینه الف را قفل میسازیم. خیلی عالی، تانستین که جواب پیدا بکنین و جواب بتین. یکم شکی بودین دیگه. دقیقا می اجدی اگست و عبدی اگست یک رقم از روزش فرق کرده بود با این خاطر. خب به خاطر که 1919 خو سه گزینه مون 1919 بود، اما در اگست فرق داشت. در ماه اگست بود که در کدام ما در کدام تاریخ که اجدی اگست بود. خب بر ما از کارا فعالیت های جدیدتان بگوین که چه کارا چه فعالیت های جدید داره. ما یک انقلابی را به خاطر استایل در حجاب داشتیم، یک بله فیشن شو برگزار کرده بودیم. یعنی در طول امی سالایی که ما در این بخش تشکر کار میکنم، با مجد صحبت هایتان هم قطع میکنم. پاکت خط در دست من هست که دلتان شفافیت برنامه افغانج کامل انجام شد. خاطرتان جمع، سلامت. بفرمایید. ما برنامه انقلاب در حجاب برگزار کردیم که در این برنامه ما پنج حجاب از چادری طرح کرده بودیم و هفت لونگی از اقوام مختلف افغانستان داشتیم که روی یک قالینچه سرخ از مدلینگ مدلا و رکت خواه کردن. این برنامه جدید ما بود، ولی در ایام استقلال معمولا مصروف جشنا می باشیم. در جشنای مختلف از طریق ریاست جمهوری اداری امور جای مختلف دعوت می باشیم تا امو استقلالیت تجلیل کنیم. بسیار خب، چرا چادری؟ خب تعداد آمده بودن چادری را به شکل برهنی طرح کرده بودن. بله. از ما منعیس یک ترا یا منعیس یک مدل برای از ما دلیل خدا داشتیم که جامعه افغانی ما، جامعه سنتی ما چادری را اگر ما میخواییم بدیلش را داشته باشیم ایره برهنه قبول نمی کنن. گفتم که چادری تا حد تعمیل شده است و در ولایت خیلی دوردست ما چادری را قبول کردن. بله. به این منظور ما چادری را حجاب طرح کردیم. مثلا مثل که شما میالید مثلا چادرتان را بسته کردی یا الداجان چادر را بسته کرده، به این شکل ما آمدیم چادری را از چپن ساختیم، شامی ساختیم، برای او چادر ساختیم و او را روی تصویر کشیدیم و برای اون گفتیم ما بدیل از این را حجاب میخواییم نه لباس برهنه. بله خیلی یک چیز زیبا بود، واقعا من این فشانشوی شما را دیدم، واقعا خیلی زیبا بود. یادای عزیز، به نظر خود چقدر مدلنگ را یا مدلا را افغانستان جامعه سنتی ما قبول کرده؟ خب با فعالیت هایی که این تیم داشته یعنی تا جای را قبول کرده جامعه ما، چون ما روی لباس های اقوام مختلف افغانستان کار میکنیم. ما لباس های برهنه را نمایش نمیتیم، ما کاملا با مطابق با قوانین جامعه پیش میریم و مردم هم قبول کرده خوشبختانه. بله، و یک مشکل هست که الان ذهنیت های خوب وجود نداره در قبال مدلینگ. اجمل عزیز، خود چقدر میخوای دیگه مبارزه بکنی به خاطر از اینکه مدلینگ را یا لباس هایی که خودت طراحی میکنی در جامعه افغانستان مورد قبولشان قرار بگیره؟ جون من حقیقتا به دوستا یاد بکنم که از 100% مردم افغانستان 30% مردم افغانستان به ما دو میزنن، دشنام میتن، کمنت ناخوشایند میتن، به تا حد را تمسخر مورد تمسخر قرار میتن نره ما را 30% مردم افغانستان. ولی 70% زیادی از مردم افغانستانی که مسیج میکنن، کمنت میمانن، از کارهای ما حمایت میکنن. ولی مبارزات ما ادامه داره تا اینکه زنده هستم در این بخشی که ما پا گذاشتیم. انشالله میخواییم تک تصویر خیلی خوبی از افغانستانی که اینجا جنگ است، انتحار است، انفجار به مردم داشته. سلامت زنده باشین شما، انشالله شاید موفقیت های هرچی بیشتر تان باشیم. سوال شما میداشته باشین، آل هم آماده هستین سوال بعدی رو با هم ببینیم؟ من انشالله بله سر. سوال دوم برنامه امشب رو با هم یک جو میبینیم. سوال: شاه امان الله خان چند سال سلطنت کرد؟ گزینه الف
از 28 فوریه الا 14 جنوری 1928 گزینه B از 28 فوریه 1919 الا 15 جنوری 1929 گزینه G از 28 فوریه 1919 الا 18 جنوری 1927 و دال از 28 فوریه 1919 الا 14 جنوری 1929. ما فقط یک کمی سوال به شما مشکل ساختید که اینا امو مثلا مو سال تاریخ خورده یعنی خب خیر دیگه اگر خوانده باشین حتما اینو دیگه میفهمه اینا که مشکل نیست چی بگیریم دل جواب والا خودت میدونین پاسخ نمیدونین میله ها در اختیارتان برین طرف میله ها برین از میله ها کمک بگیرین یعنی میلا کمک میکنه حتما؟ حتما کمک میکنه بشت که دو میله سبز پیدا بکنه یلدا میره طرف میله ها؟ یلدا جان بله خیر اقه خدا با زحمت نسه این از زیر آواز دگدم درسته اونجا هم گزینه هست دگه باید حتما مو سبز پیدا شوه؟ باید سبز پیدا شوه او چانس هست دگه کدامش؟ خب اینال به یلدا مشوره بطه که کدام میله را انتخاب بکنن چشمایی تا پود بگی؟ یک دفعه دو رو خیلی بوتایش هم بلند حالا خدای نخواسته کدام اتفاق برشان رفته یک نظریه بودی به نظرت اونو پیش ما بینیره پیش یکی شما را داره شما را برش ببین میله شما را 23 اولین انتخابشان هست ما میبینیم که میله پول داره یا خیر دستان تانبانی سر میله و رو برو طرف کم را ببینه اگر هم کمک ما نکرد دوباره میشه باز از گوزون انتخاب کنیم ما؟ بله بله حالا میتونین وقتا میتونین مطمئن دوست هایتان رو بگذارین؟ امتحان بکنه نشید باز خیر من میتونم از روی سکرین جواب بده میبینیم؟ بله میلخ خالی است اجمل جان خودتان یک گوزینه برعکس بسازین از بین گوزینه که پیش رویتان است یک گوزینه اشتباه سوال دور شوه الف نیست، الف اشتباه هست، فقط سی گزینه باقی مانده، بی جیم دال باز هم میتونین از میلا استفاده بکنین دیدین میلا کمک کرد؟ آه خوب بود خوب بود؟ خوب صحیح بود جواب را دوباره بخوریم سی گزینه باقی مانده؟ فقط سی گزینه باقی مانده، گزینه بی از 28 فوریه 1919 الا 15 جنوری 1929 و جیم از 28 فوریه 1919 الا 18 جون 1927 و از گزینه دال از 28 فوریه 1919 الا 14 جنوری 1929 خب یلدا جان چه فکر میکنی؟ ما جواب یا میله ها؟ مشکل است من گزینه دال انتخاب میکنم دال مطمئن هستین؟ 98% ولی روی دیگاش روی گزینه جیم باز هم میتونید از میله ها استفاده بکنید تا یک گزینه شما باز هم دور شوند خب یک بیا از میلا ای بار مصفاره میکنیم اگر نشد باز ما گزینه دال انتخاب میکنیم درسته است اختیار درست خودتان کدام شما رو من خودم انتخاب میکنم انتخاب کردم این بار خودشان میگه انتخاب میکنن شماره 9 میلی شماره 9 را انتخاب کردن میبینیم که میله خالی است یا پول داره $225,000 افغانی از ردی پول های زیاد یلدا خرابات کردیم خب باز هم انتخاب میکنیم از میله ها یا اگر روی جواب مطمئن هستین جواب هیچ نمیدانین یک میلیون افغانی بیا می گزینه دال انتخاب میکنیم من کمی خوانده بودم مطالعه کرده بودم فقط من روی می تاریخ مشخص و روزش که مزره شکی هستم خب جواب گزینه دال انتخاب کنیم درست هست من خرابی کردم یلدا خودت معلومات داری راجع به سوال یا خودت هلا تو گلی مدل خدا ناخت یا کمه با هم نزدیک هم استاد شوین و بر ما بگوین که معلومات داری خودت یلدا جان یا خیر ما هم سر گزینه دال شک دارم فکر میکنم همه درست باشه تا حالم شک هست یعنی فکر میکنم فکر میکنم خب جواب گزینه دال دال بسته کنیم درست است ما هم گزینه دال را قفل میسازیم بله نه خیلی خوب تانست این جواب بتین در بین آدینس خواهد از دوستای تانست اجمل جان دیگه تعداد از مدلای ما اینجا
حضور پیدا کردن هستن. خب تمام شما رو خوش آمدید میگم به برنامه. اینا خو نقل ندادن؟ نه ان شاء الله. فقط سوال جان مرا گزین دیگر گفت خوب شد گزینه را انتخاب نکرد. من غلط بودم. نه دیگه لطفاً. دیگه اینجا جای نقل نیست. وان که ما هم ببینیم استعداد اجمل حقیقی را و از یلدای حیدری را. خب بعد از سوالی که من میپرسم از شما یلدا جان بر ما یا زمزمه می داشته باشه یا یک فکوی خیلی جالب بر ما میگه. حال هم سوال. شاه امان الله خان در کدام سال به دنیا آمد؟ گزینه ای الف 1829، گزینه ب 1828، گزینه جیم 1844 و گزینه دال 1830. خیلی سوال آسان، خیلی دیگه آسان. چطور اجمل جان آسان است یا مشکل؟ سوالا کم از رده. من زمانی که در مکتب هم در قسمت تاریخ بود، من تاریخ رو دوز داشتم، همیشه تعریف توصیف نشه. هم سنفی هایم در لیسه بی بیا در مکتبی که درس خواندیم اونا شاهد هستن تاریخ زیاد دوز داشتم، یکی جغرافیا زیاد دوز داشتم. به این منظور بازم این سالا از پیش من گدوت میشه. خب سالای تولد به این خاطر چه خوب است که یلدا جان این سوال ما رو پاسخ بگویه. معلومات داری یلدا جان؟ بله معلومات دارم. به نظر ما گزینه جیم. جیم؟ گزینه جیم؟ بله. ما همکاری بکنم که خدا نکنه. شک دارین طرف میله ها برین. 44. شک دارین طرف میله ها هیچ نمیدن یک میله افغانی. بیا میره یلدا جان انتخاب کرده. آه؟ گزینه جیم انتخاب میکنیم. برین طرف میله ها. ای دفعه تو برام. من ای دفعه میره. آسا چون بدی خیلی سختی من میرم. یلدا جان خودت مشوره بده تا میله ها رو انتخاب بکنین. میله شما چندم انتخابتان؟ میله شماره 5. میله شماره 5م را انتخاب کردن. حالا میبینیم که میله خالی است یا پول داره. خالی. خیلی خوب. یک گزینه برعکس بساز یلدا. دال. اشتباه هست. دال اشتباه. انتخاب بعدیتان؟ خب باش که کمی کتوا کم شو و نیکنی دوستام. انتخاب میلی شما چندم است؟ شماره 21 ببخشید. میلی شماره 21 را انتخاب کردن. میبینیم انشالله که غلط نیست. بیا بخیر. میبینیم؟ ناجوانی نتونیم؟ بله. چانس و تالیتان که خیلی خوب است. بیاین شما سر جایتان. خب شما یک گزینه برعکس بکنید یلدا جان. بی. روی گزینه که شما شک داشتین اشتباه هست. بی و دال اشتباه است. خب یا الف و جیم است؟ جیم باقی مانده. خب همون جیم درست است. خب دلتان بازم یک مشوره بکنین بین هم دیگر. مطمئن هستی؟ بیام خوب است. سونیا جانم یه طرفدار ما نیست که متوجه باش. یگان وقت طرفدارتان میشه باشم برتان وقت میتم. اجمل من شک دارم سر گزینه الف. یعنی با الف هم انتخاب کنیم؟ الف انتخاب کنیم. ما هم گزینه الف قفل میسازیم. بله جواب شد. داخلی لحظه جواب درست پیدا کردیم. اینه یلدا جان جواب درست پیدا کردیم. باز من شما؟ این دخترها تنبل هست. اینه این دخترها تنبل نیست. دخترها خیلی لایق هست. اجمل جان شک داشتی؟ نه خب سوالات چرا بازگر در من داختیم که سینیا جان طرفدار ما نیستن؟ خودت گفتی بعض اوقات من طرفدار هستم. بعض اوقات خامان گفتم بعض اوقات طرفدارتان هستم. آماده است این سوال بعدی رو ببینیم؟ سوال. شاه امان الله خان در کدام سال دار فانی را ودا گفت؟ گزینه ای الف 1960، گزینه ب 1970، گزینه جیم 1980 و گزینه دال 1990. امی سالا بخیر از پیش مگر دوت شده؟ امشب سوالات ما ویژه است. شاه امان الله خان برین طرف میله ها برین از میله ها استفاده بکنید. میله ها کمکتان میکنن. اگر هیچ نمیدانین یک میلیون افغانی را بر ما بتین ما سوال میگذاریم.
سونیا جان اکبر بخونی ببخشید. گزیناره یا سوال؟ گزیناره، گزیناره. گزینه الف 1960، گزینه ب 1970، گزینه جیم 1980 و گزینه دال 1990. میلی شما چندم؟ کتوک برو، کتوک بکو، باید اگر باز کو نمو کمک میکنه کتوک. کمک میکنه. خب، میلی شما چندم؟ مشوره از اجمل جان بگیریم. مشوره از من بگیریم. آه. من خب برشان گفت یک کار بکو، دوباره برو، هم کم از صورت برو، هر وقت بود براقت افتاد یک کسی میگرون بگر ساش لبود افتاد. خب، اجمل جان، من شما را یک انتخاب میکنم. چند؟ یک، نشه یک میلیون داخلش باشه. آه بیا، خوب است اون انتخاب بکو. میلی شما چندم؟ شما را یک. بفرمایین بیاین انتخابش بکنین، ما هم ببینیم که پول داره یا میله خالی است. همراش کلیمان بخون از خیلی. میبینیم؟ بسم الله، یک میلیون افغانی رفت. با انتخاب میلی شماره اول یک میلیون افغانی را از دست دادیم. اجمل جان مشوره داده بود دیگه من. شماره انتخاب بعدی؟ شماره 4 انتخاب بکن. شماره 4 کجاست؟ میلی شماره 4 را انتخاب کردن. ما هم میبینیم. صد افغانی پول خیلی کمه است، تشویقشان بکنین. بازم انتخاب میکنین از میله ها؟ نه، بیایی که یک فکر بکنین سر بی سوال جوابات کس. یک میلیون رفت. انشالله ما خب حتما برنده میشیم، با خوید سوال نکردیم. هیچ امکان نداره. خب، شام الله خان در کدام سال دار فانی را ودعا گفت؟ آه؟ کاش ما میفهمیدم، من این سوال را برتان نقل میدم، خفصوص نمیفهمم این سوال هایی. داشت بی خوب است؟ باز آمه فکر میکنم گزینه الف انتخاب کنیم. 1960 است؟ 1960، من سرش مشکوک هستم چون خوانده بودم میرم. 1960، 1960. بعد از اینکه دیگه افغانستان کم کم بدبختانه بدبختی هایش آغاز شد بعد از مرگ شامان لاخان بود. کنا همیشه روی آزادی و روی استقلالیت مردم افغان فکر بکردن و باز هم یاد میکنیم ما مردم با هر ترقی و پیشرفتی که در افغانستان می آورد ما میگفتیم شامان لاخان تقلید از غرب میکنه، شامان لاخان جامعه را به سوی کفری میبره. او به احتمال 100% که 1960 یا گزینی الف است. مطمئن هستین؟ 100% حذف نمیشین از برنامه؟ اگر حذف شدم فکر کنم باید دیگه از مدلینگم حذف شدم. خب انشاءالله که حذف نمیشین. ببینیم جواب را؟ بله. گزینی الف قفل میشه؟ بله. اگر این جواب اشتباه می بود دیگه اجمل جان دیگه در دنیای مدلینگ نمیدیدیم. این انشالله دیگه میبینیم. انشالله. بله. ببین از دوران مکتب اجمل جان بر ما قصه بکو نقل کردیم. در دوران مکتب بعد مضمونی که تنبل بودم بله. او ریاضی بود خواه. یا الجبر نقل کردیم. یک بار در نقل هم گیر آمدیم. استادایتان مقصد میبینه شما. منطقه یک بار در مضمونی نقل کردم که قابل نقل کردن نداشت ولی گیر آمدم. او سپورت بوده. یک سوال تربیت بدنی آمده بود. از من مشکله. سوال تربیت بدنی آمده بود. من نمیفهم دوباره در مدت بعد طول عرض میدان والیبال پرسان کرده بود. خب. بسیار آسان بود. چقدر می نقل کردین؟ در میز اول کسی دیگه شده بود. خب. باز فکر استاد کو طرف شد. باز کمی گفتم پاشی در زمانی که فکر استاد این طرف بی این طرف یاری. خب پاشی این طرف بی. یک دفعه سوال پاشیدم دفعه دو که بسیار خلاص پیش کردم استاد مرا گیر کرد. باز چی عکس نما استاد چی بود مقابلتون؟ ورق امتحان مرا گرفت، پارچه امتحان مرا گرفت، باز من رفتم یکی از استاد دیگه من واسطه کردم. خائن. واسطه کردم چون من صرف نماینده بودم. یعنی من حاضری و ترختلی و بعد تمام مسائل مربوط من میشد. باز پس دوباره ورق امتحان گرفتیم، اداره حل کردیم برشان. بله، این اجمل جانم نقل کرده. چه خوب است که لباستون یک کتواک بکنین در پیش روی سید. خب
لباس دوستا به خاطر که هم رنگ لباس شامون الله خان است. یک بار ببینه دوستا. کافی است انشالله. خیلی زیبا، خیلی مقبول. آماده است این سوال بعدی را با هم ببینیم؟ بله بله انشالله. میفهم این سوال چندم است؟ سوال پنجم باید باشه. بله سوال پنجم است. ما هم سوال پنجم برنامه امشب را با هم یک جا میبینیم. سوال اولین جنگ افغان و انگلیس بین کدام یک از سالهای زیل به وقوع پیوست؟ گزینه الف 1987 الا 1989، گزینه ب 1839 الا 1842، گزینه جیم 1843 الا 1858 و گزینه دال 1940 الا 1943. مشک روی گزینه دال دارم. دم آخری رفت. ای اولین جنگش است، باز دومین جنگ هم داره. اولین جنگ افغانستان بین کدام یکی از سالها زد با برین طرف میله ها، میله ها کمکتان میکنن؟ نه اون بار میله ها کمک نکرد. ای بار میکنه. او چانس شما است، میله ها چانس خودتان است. خب او دفعه از اون طرف شماره نو از اون طرف میره. اجمل جان، جان چی نظر بیدیم؟ شماره نو جان، شماره نو. نو؟ این میلی شماره ششم است؟ آها شما... میلی شماره نهم انتخاب شده؟ از این طرف مخانده بیایی شماره بیست انتخاب میکنیم. میلی شماره بیستا؟ اگر سرک برای باید از جوی باید من پایین میشم تو میرم نزدیک از را نه دیگه. میلی شماره بیستم را انتخاب کردن. حالا ببینیم که میله خالی است یا پول نکن. داره میبینیم؟ ده هزار افغانی از دادی پول های کم است. خیلی خوب. ده هزار کم. نام خدا. انتخاب بعدی میلی شمار چندم است؟ یلدو جان چرا انتخاب کنم نظرت؟ دو. کدام شماره؟ دو. دو ره؟ میلی شماره دوم را انتخاب کردن. ما هم میبینیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یک افغانی از ودی پول های کم. کمترین پول برنامه. یک افغانی انتخاب بدیتان. امشب بخی فکر میکنم امان الله خان اینجا قدم میزنه. خب شماره چندم؟ میلی شماره چندم؟ شماره عبده. میلی شماره عبده هم را انتخاب کردن. میبینیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یلدا جان خودتا وقت فکر بکن که کدام گزینه درست است. 30,000 افغانی از دادی پولهای کم است؟ 30,000 یا 30 افغانی؟ 30,000. 30,000 از دادی پولهای کم است؟ خب ما پولهای زیاد هم داره. فکر میکنین؟ روی گزینا فکر میکنیم. بله درست است. بیاین بفرماین فکر بکنین روی گزینا. یک بار گزینا را میشه بخانی سینا جان. گزینه ای الف 1987 الا 1989، گزینه ای بی 1839 الا 1842، گزینه جیم 1843 الا 1858 و گزینه دال 1940 الا 1943. چی فکر میکنن؟ به نظر من گزینه بی. گزینه بی؟ بله. بیا که ایر انتخاب کنی ببینیم چانس. هیچ نمیدانین یک میلیون افغانی رو ندارین کالا استفاده میکردین. من گزینه بیره انتخاب میکنم. کدام گزینه؟ گزینه بی. قفل شوه؟ بله. اجمل قفل شوه؟ دلشان نیست. امیرات گفت من شک دارین. من یا سر دال یا بی بیا بیره قید بکنین. انشاءالله خدا بزرگ است. گپ یلدا جان در زمین نندازه. ما هم قفل میسازیم گزینه بی. بله جواب درست بود. یلدا جان معلومات داشتی خودت؟ در اول متوجه نشدم، بعدا سوالی که خواندین یکم آشنا بود برام. به وقت خب یکم نزدیک است چوین با هم. خب یلدا جان خودت نقل کردی
مطمئنا دختران نقل میکنن چطور؟ خب ما گفتم چون در مکتب زیاد غیرحاضری داشتم معمولا نقل میکنه. آه دیگه که نقل نیم بود کجا کامیاب میشه. اما دست این سوال بعدی رو ببینیم. حتما سوال ششم است. کاش کمی سوالا نباشد. سوال کده بریم. نه هدف می است که مثلا تمامش سوالا بوده کدام سال در کدام سال در کدام سال 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 نباشه. خب به برنامه ویژه جشن استقلال هست و ما کوشش کردیم که سوالات ما ویژه باشه. بله آماده هستین سوال رو ببینیم؟ بله بله درست. سوال ششم برنامه امشب رو با هم یک جا میبینیم. سال جنگ دوم افغانستان و انگلیس بین کدام سالهای زیر رخ داد؟ گزینه الف 1820 الی 1823، گزینه ب 1819 الی 1820، گزینه جیم 1878 الی 1880 و گزینه د 1880 الی 1899. خب اینا من میفهمم مطمئنم هستم که میفهمین باز چی را ما توجه شدین؟ کدام باری گیگر را ما توجه شدین؟ بین کدام سال هست؟ کدام سال بین کدام سال هست؟ میتونیم بریم طرف میله ها؟ نه گزینه جیم را کفر بکنین. بریم طرف میله ها. بازم دلتان اجمل جان اگر مطمئن هستن گزینه جیم درست هست؟ مطمئن هستی؟ اگر میگین قفل بکنم، اگر شک دارین طرف میله ها برین، از میله ها استفاده بکنین، میشه میله ها کمکتان بکنه. میله ها یک بیلیونه بانی را نشه پولای زیاد. خب اگر بیخست برنامه حذف شدین باز چی؟ آلو خانوزه پولای زیاد دیگر هم باقی مانده، شما میبینین در نمایه. همی گزینه جیم انتخاب میکنیم. جیم؟ بله انشالله. قفل بکنیم؟ قفل بکنیم. فرصت نتون برتون. خب اجمل جان مطمئن هستن؟ اجمل جان یک بار دیگه فکر بکو کدام بود؟ بین سالهای 1878 الی 1880 جیم قفل بکنیم. درست است. ما هم گزینه جیم را قفل کنیم. تاوت حضر جوابتان درست است. چی شد؟ نقل رسید؟ نه نقل نرسید. قبل از اینکه جواب بیایه چی شد؟ دوستا او کردن یعنی که سوال غلط است. خب او خاطر زرمه به تشویش شد. خب رسیدیم با آخرین سوال. چه خوب است که سوال بپرسیم دیگه ببینیم که آخر چی میشه و در سوال هفتم یا آخرین سوال برنامه افغنج امشب ما قرار داریم. آماده هستی؟ صد ببینیم؟ بله درست. ما هم سوال آخری برنامه امشب را با هم یک جا میبینیم. شما بیننده برنامه افغنج هستین. ویژه برنامه افغنج به مناسبت هفتمین سالگرد استقلال و استرداد افغانستان باز هم تبریک میگم. مهمانان ما هر یک اجمل جان حقی و یلدا جان حیدری با ما هستن و رسیدن به سوال هفتم برنامه که میبینیم سوال هفتم را. خوشحال خان خطک به عمر چند سالگی وفات کرد؟ گزینه الف 70 سالگی، گزینه ب 58 سالگی، گزینه جیم 60 سالگی و گزینه د 75 سالگی. خب من سوالا میفهمم. سوال خوب باید بفهمید. بسیار سوال آسان است. یکی دلیل ای که ما قدر آمدیم باهد قبل هم است که من یکی دیکی از فشانشو ها اشتراک کرده بودم، دیکی از کشورها البته. من با لباس اردوی ملی رفتم در سن استیج از اونو با مدل از اون کشور ما مبارزه داشتیم یا مدلینگ داشتیم دیگه. ما زمانی که دوستای من گفتم که با لباس اردوی ملی هستم هیچ وقت نمیمونه که بیرق افغانستان اینجا به اهتزاز نبیایه. ما بیرق افغانستان به اهتزاز آوردیم و امروز هم زمانی که با لباس شام الله خان آمدیم، شام الله خان کسی بود که با این لباس با می لباس استقلال افغانستان آمده، استقلالیت از انگلیس و بریتانیای کبیر و کشورهای دیگه. به این منظور ما به خاطر برد آمدیم. یا شما مطمئن باشین 70 سالگی رو بگیریم انشالله که 70 سالگی؟ مطمئن؟ کاملا 100 فیصد 100 فیصد. بخاطر که در مکتب در کتابای مکتب خوشحال خان خطک ما در کتاب پشتو خواندیم یادم است. فکر کنم در صنف 9 بودیم یا صنف 8 یا 10 در می 3 سال در سال جمعه. طرف میله ها نمیرین؟ نیاز نیم بینیم بریم از میله ها استفاده نمیکنین؟
خیر. سوال سوال هفتم است، نشک از برنامه حذف شوید. ما کاملا مطمئن هستیم روی گزینه. نام خدا چطور مطمئن هستی؟ خب امشب ایلک نمیال ما صدای یلدا جان یکم بلند شدیم که مطمئن هستن روی سوال. پیش شدید مکتب بی سوال خواندی اتمن یادت هست؟ بله از هم خاطر مطمئن هستم. خب قفل شوه؟ بله قفل شوه؟ قفل شوه 100%؟ هزار درصد مطمئن هستن. ما هم قفل میسازیم گزینه یه الف ده. حالا از بین میله هایی که باقی مانده یک میله انتخاب بکنین به عنوان میله چانستان از همینجا. یلدا جان 16 میلی را که شما حالا انتخاب میکنین اگر جوابتان درست باشه، اگر پول داشت یا نداشت از آن شما هست، اگر داشت یا نداشت از آن شما هست. مطمئن انتخاب بکنین؟ 16 را انشالله. 16 مطمئن هست؟ میلی شما را 16 هم؟ بله درست. طلایی میشه بقیه میله ها پایین میشه و ما هم برنمایه میبینیم که چی مقدار پول باقی میمانه. خب ده افغانی هم نیست؟ ای پول هایی که شما میبینین از میشه از نمایه نیست در میلی که شما انتخاب کردین 5000 افغانی باقی مان. حالا ببینیم که در میلی که شما انتخاب کردین 5000 افغانی هست اگر نبود چی؟ یا خیر اگر نبود خالی بود دیگه، هیچ میله خالی است دیگه. اما در نخست پاسخ را میبینیم که جواب که شما گفتین درست است یا غلط. میبینیم بله هفت سوال برنامه افغانجا تانستین به درستی جواب بدین و میلی شما را 16 هم را انتخاب کردین، میلی چانس شما هست. حالا ببینیم که این مقدار پول هستش یا خیر. با ما یک جای بخونین، از 5 آغاز میکنیم. 5 4 3 2 1 بله 5000 افغانی در میلی که اینا انتخاب کردن هست. حالا پاکت خط برتان نشان بتم دلتان جمع شوه یا خیر. نیم مطمئن هستیم سر شفافیت برنامه. نه ما نشان میتیم به تمام اشتراک کننده ما نشان دادیم و شما هم نشان میتیم که دلتان شفافیت برنامه افغانج کلن جمع باشه. امیلی شما را 16 را انتخاب کردین. من تا مشکل اساسی ما میله ها بود، اگر تمام سوال ها را جواب داریم باید 1 میلیون افغانی را میگیریم. دقیقا بله. شما را 16 چند است؟ 5000 افغانی است. دیدین؟ بله میلی شما را اول هم ببینین؟ دلتان جمع شد؟ صد جمع بود جمع تر شد. خب سلامت باشین، زنده باشین از اینکه در برنامه افغانج آمدین. سپاسگزار خیلی زیاد. باز هم 100مین سالگرد استقلال و استرداد افغانستان به تمام افغانا تبریک میگم. بفرمایید در اخیر پیام شما رو میداشته باشین. سلامت باشین. من سپاسگزاری ویژه از شما و دوستایی که در برنامه افغانج زحمت کشیدن اتاق فرمان. دوستا و عزیزا باز هم 100مین سالگرد افغانستان مبارک باد. کسی که میگه ما استقلال نداریم میره فراموش نکنید که شام الله خان کبیر 100 سال قبل برقریزی کرد استقلال افغانستان به دست آورد. ما پاسداری از برقریزی های شام الله خان باید بکنیم و ما استقلال داریم. استقلالات ما میشه حفظ خواهد بود و مطمئن بی باشه که افغانستان تو آزاد زندگی خواهد. سلامت. پیام خود تو میداشته باشم یلدا جان. تشکر. ما هم تشکری میکنم از تلویزیون خورشید از این برنامه زیبای شما. سلامت. و همچنان بازم استقلال افغانستان به همه هموطنان عزیزم تبریک میگم به امید صلح سرتاسری در افغانستان. سلامت زنده باشین. بفرمایید شما. هموطنای عزیزم، قهرمانای افغانستان، سپاسگزار از اینکه تا این دم ما را همراهی کردین، تنها نگذاشتین. باز هم 100مین سالگرد استقلال و استرداد افغانستان برتان تبریک میگم. این بر میگرده به قهرمانی های شاه امان الله خان. شما هم میتونین در برنامه افغانج اشتراک بکنین از طریق پل های ارتباطی برنامه 488 با فشاردن کلید 41 و از طریق شماره تماس برنامه 0782202500 میتونین خودتان ثبت نام بکنین در برنامه افغانج و 1 میلیون افغانی را از آن خودتان بسازید. تا دیدار بعد بدرود.